ترخین یک ماده بسیار خوشمزه با طرز تهیه آسون هستش که برای سلامتی بسیار مفید هستش، مخصوصا در زمستون باهاش آش و سوپ درست میشه که میتونه از بروز سرماخوردگی و آنفلانزا جلوگیری بکنه و همچنین برای پوکی استخوان و خانم ها بسیار مفید هستش. نیم کیلو بلغور گندم رو بشورید و داخل کاسه بزرگی بریزید. به بلغور یک کیلو ماست معمولی اضافه بکنید. 1 الی 1.5 قاشق چایخوری زردچوبه به مواد اضافه بکنید و کاملا مخلوط کنید. نیم لیتر دوغ ترش به مواد اضافه بکنید. اگر دوغ در دسترس ندارید، ویدیوی طرز تهیه دوغ در قسمت توضیحات ویدیو گذاشته شده. مواد رو کاملا مخلوط بکنید. روش رو کاور بکنید و یه جای تقریبا گرم برای مدت 1 شبانه روز بذارید که بمونه. بعد از این مدت اگر موادتون کاملا مایعات رو به خودش کشیده بود، مقدار کمی دوغ اضافه بکنید و مخلوط بکنید و مواد رو به قابلمه منتقل بکنید. اگر مواد هنوز مقداری سفت بود و روون نبود، مقدار بیشتری دوغ اضافه بکنید تا مقداری روون بشه. قابلمه رو روی شعله ملایم رو به بالا بذارید. دقت بکنید هر 2-3 دقیقه یه بار این رو باید هم بزنید تا ته نگیره. اینقدر به هم زدن مواد ادامه بدید تا آبش کاملا کشیده بشه و دیگه هم زدن مشکل بشه. این پروسه زیاد طول نمی کشه. برای اینکه مواد زودتر مقداری خنک بشه، به داخل کاسه‌ای که قبلا توش مخلوط کرده بودیم منتقل کنید. سعی بکنید مواد رو باز بکنید تا سریعتر خنک بشه. مقداری که از داغی افتاد 1.5 قاشق چایخوری نعنا خشک و 1 قاشق چایخوری پونه کوهی و یا مثل من 1 قاشق چایخوری ترخون و 1 قاشق چایخوری مرزه به مواد اضافه بکنید و کاملا مخلوط بکنید. برای درست کردن ترخینه ها، برای اینکه به دستتون نچسبه، میتونید به جای آب از مقداری دوغ استفاده بکنید و دستتون رو آغشته بکنید. سپس از مواد به صورت 1 توپ وسط دستتون جمع بکنید و به شکل دلخواهتون مواد رو شکل بدید. هر مدلی که شکل میدید وسطش رو کاملا باز بکنید تا مواد سریع‌تر خوش بشن. بعد از اینکه تمام مواد رو شکل دادین، اونا رو میتونید روی شوفاژ و یا بخاری و یا مثل من داخل دستگاه میوه خشک‌کن بذارید. هیچ فرقی نمی‌کنه تا ترخینه‌ها کاملا خشک بشن. در صورتی که می‌خواید داخل دستگاه میوه خشک‌کن بذارید، دستگاه رو برای 10 ساعت روی درجه 70 درجه سانتیگراد فیکس بکنید. اگر مایل به خرید این دستگاه میوه خشک‌کن برای خودتون هستید، لینک خرید این دستگاه از کشورهای مختلف رو در قسمت توضیحات ویدیو گذاشتم. بعد از 10 ساعت میبینید که ترخینه ها کاملا خشک و آماده هستند.